بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور، ویژه پسران نوجوان، ششم شهریور ماه 1397، مشهد مقدس. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران عزیز و گرامی، تبریک عرض میکنم فرا رسیدن عید سعید قدیر رو خدمت شما، محضر شما. کیاست یه دن تو جمع دستشون رو هم بالا همینقدر فقط، یا فکر کنید شاید باشید آنه که سیدن موقع رفتن عیدی هاشون رو میان بدن سمیه آمار در بینم چقدر پول گیرم میاد. خب الحمدلله از این که در خدمت شما هستیم، به ما فرمودن که جمع این چونینی میخوان جمع بشن در مشهد، ما هم با افتخار پذیرفتیم که در خدمت شما باشیم، چون برای من قشر نوجوان بسیار مهم هستن و من میدونم که دار و ندار این مملکت، آینده این کشور دست شماست. تا حالا از این حرفا زیاد بهتون زدم، اما من واقعی دارم میگم، یه عده الکی میگم میخوان گولتون بزنن، اما من واقعی میگم آینده تشیع در اختیار شماست. شما ظهور را انشاءالله رقم خوشه بسا بزنید، سال 42 ازش پرسن تو که کسی رو نداری؟ اما من گفت سربازه من تو گهوارن، یعنی بزرگتر میشن میرسونن خودشون. فردی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت ظاهرا اهل بصره بود، پرسید که من میخوام کار فرهنگی بکنم تو شهر خودمون، همون کاری که شما میکنید. امام صادق پاسخ دادن علیکم بالاحداث، حضرت فرمود برید روی نونهالها و روی نوجوانان کار فرهنگی کنید. حضرت نفرمود برو بزرگسالا کار کن، حضرت نفرمود برو دانشجوها کار فرهنگی کن. یعنی چی؟ یعنی اولویت این سنه، اسمش روشه، راه نمایی، یعنی دنبال راهش میگرده، یه نفرم باید اون راه رو بهش نمایش بده. اگر شما تونستید تو این سن راه خودتون رو پیدا بکنید خوب پیش میرید، اگر نه گو خشت اول چون نهد معمار کرد تا سریا میرود دیوار کرد. اما آجر اولو که اوستای بنا کج بذاره دیگه تا آسمون کج میره دیوار، تازه اگه نریزه. الان باید بتونید عقایدتون، تفکراتتون استخون بندی پیدا بکنه، همچین چهارچوبش مشخص بشه، جوندار بشه. من سن و سال شما بودم سرم درد میکرد برای مباحث دینی و عقیده. پدرم هم چون نظامی بود از شهر به شهر میچرخیدیم، این طرف اون طرف با اقلیت‌های مختلف سر کله میزدیم. اول یا دوم دبیرستان بودم اولین نفر رو شیعه کردم. اینم اینجوری نیستش که یه شبه بشه، نه، یعنی قبلش مطالعه داشتم، سوال میپرسیدم. روحانی مسجد اونو کچلش کرده بودم من خدا رو، این منو میدید در میرفت دیگه، من خدا میگفت این باز دوباره اومد، همش سوال من این چیه، این چرا اینو میگن، ما چی باید جواب بدیم، پاسخ ما چیه، حرف ما چیه. پس من نه تنها شما رو بچه نمیدونم، بلکه این سیستم آموزشی غلط ماست که شما رو بچه میدونه. علامه هلی ما 12 سالش بوده مجتهد شده، 12 سال، یعنی دیگه میفهمید خوب و بد دینیش چیه. بچه بود، حالا شیطونی هم میکرد دیگه، حالا شیطونی یعنی بازیگوشی، پدرش دنبالش میفتاد که بگیرش، همونجور که باباتون بعضا دنبال شما میکنه بگیره بیتون دستش برسه بهتون. بعد آیه سجده دار میخوند، آیه سجده دار میخوند، چون خودش مکلف نشده بود برای واجب نبود، هی بابای دنبال میکرد یا آیه سجده دار میخوند، بابا میرفت تو سجده در میرفت 200 متر فاصله میگرم. این ببین یعنی چی؟ یعنی این که جا داره، میشه رسید، میشه فهمید، میشه دقت کرد. میتونید بچه بار بیایید مغزتون رو پر کنید از اراجیفی که
صبح تا شب توی اینترنت و اونترنت و این ور اونور ریخته، یا برید دنبال علم واقعی، علم لاینفع، علمی که نفع نمیرسونه به درد نمیخوره را از الان باید پرهیز کنید. از الان اگه محبتش به جونتون افتاد تا بزرگسالی باهاتون میمونه. از امیرالمومنین پرسیدن راسخون در علم کی هستن؟ منظور که اون حضرت فرمود یک سری افراد هستن که یک سری علوم را عمدن میرن یاد میگیرن و یک سری علوم را عمدن یاد نمیگیرن. ما متاسفانه صبح تا شب میریم دنبال چیزایی که اصلا یاد گرفتنش به درد نمیخوره. به درد آخرتت که نمیخوره، هیچ به درد دنیات هم نمیخوره. حالا مثلا آی فردوسی پور و نمیدونم یوسفی و خیابانی و اینا باید اسم بازیکن‌ها رو حفظ کنن، اسم تیم‌ها رو حفظ کنن، بدونن الان تو لیگ کی دومه، کی سومه، کی چهارمه. نه لیگ ایرانا، لیگ کشور اروپایی رو هم باید بلد باشن. چرا؟ چون نونشون از این راه. باید گزارشگری بلد باشن، اطلاعات داشته باشن، بر مبنای اونم بیان چیکار کنن، گزارش کنن. حالا واقعا چقدر لزوم داره ما مثلا بدونیم تو لیگ مثلا آلمان الان کدوم تیم اول کدوم آخر؟ به چه درد ما میخوره؟ اگه به یه دردی میخوره ایرادی نداره، اما آقا وایم به درد ما میخوره. ما صبح تا شب علم لاینفع داره به اون میرسه، علمی که به درد نمیخوره، خیلی درش نیست. عرض کردم آخرت که هیچ به درد دنیاتون هم نمیخوره. باید یاد بگیریم مدیریت کنیم خودمونو، گوشمونو، چشمونو که اینو نبینه اونو نشنبه. باید یاد بگیریم هویت داشته باشیم، اصالت داشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم. اگه 4 تا بچه تو دبیرستان تو راهنمایی برگشتن به ما گفتن این امال این کارو نمیکنه، این بی کلاسه، این عقب مونده است، بهت بر نخوره، انقدر هویت داشته باشی که خودتو تو زبان مردم تعریف نکنی، خودتو از زبان خدا تعریف کنی. ببینی بگی الان امام زمان از کارم راضیه یا این آقایون و اینا از من راضین یا نه. آقا فلان چیزه نداری؟ ای وای بدبختی بیچاره اموری نفهمی عقب مونده ای دونم. میگن مردم، میگن چقدر مردم داریم؟ 7 میلیارد تو زمین. میخوای شبیه حرف 7 میلیارد زندگی کنی یا خودت باشی؟ ما بچه بودیم اون موقع زمان ما مود بودیم، عکس و فوتبالیستا و این تو آدامس در میومد اینا رو جمع میکرد، بعدش هم میرفتیم بازی میکردیم. اینجوری ما هم جز خبره ها بودیم. آره اینم 20 تا برمیگردونی و 30 تا برمیگردونی و از این چیزا. اینا رو توی شکلات خوری جمع کرده بودم همه رو، همه هم غیر تکراری، تکراری رو عوض میکردم. یکی از اقواممون خدا پدرش رو بیامرزه اومد به من گفتش که خب اینا چی هست؟ آوردم بهش نشون دادم، گفتم این همه نو فلان به همه اینا رو. خب اینا چیه؟ هریستو استایچ گفت، بازیکن اون موقع، من یادم مونده متاسفانه. به چه دردم میخوره هیچی؟ تنها به دردم میخوره بیام باشین اینجا مخ شما رو بزنم. بعد خدمت شما عرض بکنم یا فلان بازیکن، به همان بازیکن محضر شما عرض بشم که گفت به چه درد میخوره الان عکسشون رو داریم؟ گفتم بابا من عکسشون دارم دیگه. گفت 2 قرون نمیارز، برو یه کاری کن مردم عکس تو رو نگه دارن، اونم نه مثل اینا. یه موقع است تو عکس یه آدم ببخشید نخاله رو میزنی به دیوار خونه، یه موقع است عکس یک قهرمان رو میزنی به دیوار خونه. شما میدونی که مرحوم تختی به لحاظ مدال و قهرمانی اینجور چیزا اول نبود تو ایران تو کشتی. عبدالله موحد مثلا خیلی مدال‌هاش بیشتر بود. اما چی میشه هر شهری یه دونه ورزشگاه اسم تختی داره؟ همین تو تهران تو شابدالعظیم شهر ری وقتی میری اونجا خیلی از این مغازه‌ها هستن هنوز عکس تختی رو زدن، چون قهرمان بود، چون قهرمان بود، چون زمانی که زلزله اومد اومد وسط بازار تهران یه کیسه دستش گرفت پول جمع کرد در زلزله زد، چون جلوی ظلم وایستا تا آخر خودکشوندنش.
به احتمال بسیار زیاد ساواک حذفش کرد و انداختن گفتن خودکشی کرده. اون موقع روزنامه ها گفتن غلامرضا را کشت. غلامرضا منظور داداش شاه بود. اسم خود تختی هم غلامرضا بود. غیر مستقیم گفتن غلامرضای پهلوی اینو کشته. برای اینکه ساواک بهشون گیر ندن گفتن غلامرضا را کشت، یعنی خودش رو کشته دیگه. گیر ندن. این حرف خیلی رو من تاثیر گذاشت. اومدم لب بالکن، این بچه‌ها رفیقامون داشتن فوتبال بازی می‌کردن. همه رو صدا کردم. گفتن چی شده؟ گفتم بیاید اینجا. بالکن ما تو کوچه بود، تو خیام، کوی زینبیه تهران. از لب بالکن‌ها تا کوچه فاصله مثلا 10-20 متری درخت می‌کاشتن. اینا اومدن اونجا. گفتن چیکار داری؟ گفتم می‌خوام عکسامو بدم به شما. ما از بالای عکسا رو می‌ریختیم، عکسایی که یه سه ماه تعطیلی جون کنده بودیم براش. میپاشیدیم اینا رو هوا بر هم میجنگیدن. حس عجیبی داشت بدون. خیلی هم از این عکس‌ها اصلا به دست اینا نرسه، تو هوا تیکه پاره شد، یعنی دعوا میشد رو هوا، مثل شاباش میریزن پوله 4-5 تیکه میشه. خدمت شما عرض بکنم که باید یه جوری زندگی، از الان قرار نیست هر کسی رفیقای شما هر چی گفت اون درست باشه. قرار نیست حتی اکثریت رفیقاتون اگه تو مدرسه‌تون چیزی گفتن اون درست باشه. کار بد کردن خیلی آسونه. یه دختره داره رد میشه، نگاه کردن کار نداره. کاری داره؟ یه گربه رو نگاه می‌کنی، کلاغ رو نگاه می‌کنی، ماشین رو نگاه می‌کنی، دیوار رو نگاه می‌کنی، یکی اینا رو نگاه می‌کنی. غض بصر کردن یعنی چشم به خاطر خدا چشم بستن، کار سخته. اون کار سخته. آب خوردن که کاری نداره که. تو ماه رمضان آب نخوردن و تشنه بودن سخته. برای کی؟ برای خوشنودی کی؟ رفیقم؟ به دوگه تو بلد نیستم چون گفت. آره من بلد نیستم، این کار نیستم، خودتی. خوش بر بکنم. جواب اینه. آدم های موفق از کودکی فرق میکنه زندگیشون. از نوجوانیشون مسیر خودشون رو جدا کردن. ما دانشجو بودیم، این رفیقامون، رفیقا که یعنی بچه دانشگاه، نه رفیقی که با من ارتباط صمیمانه الزامن داشته باشن، نه، سلام علیک داشت وایستاده بودن. ما رفتم اونجا دیدیم دارن سیگار میکشن، یه دونه سیگار رو چند نفره میکشیدن، بر به خاطر اینکه محتویاتی داشت سیگار توش. شما اگه نمیدین چی میگم، من ما برای اون خارجی ها اونو بیرون جلسه میگم سیگاری بار گذاشته بودن اصلاح. داشتن گل میزدن، بعضیشون انقدر گل میزدن آقای گل بودن. بعد خدمت شما عرض بکنم که اینجوری میکشتن یک به قول خودشون یک کام میگرفتن میداد به بغلی میداد و به من که میرسید میگفتن این که نمیفهمه مثلا ملش کن، مسخره میکنم. ما هم اصلا بهم نمیخورد، بر نمیخورد، چون میدونستم دقیقا اونا نفهمن، چون یقین داشتم اونا نفهمن، نمیشکی نداشتم. الان اونا شیش ماه یک سال وقت میگیرن از دفتر من بتونن 5 دقیقه منو ببینن. همونا خودشون هم میگن، خودشون هم مثلا یه جای ما هم تردشون نمی کنیم که مثلا منو تفته جدا بافتیم معروفیم کسی شدیم، نه هواشون رو دارم، مثلا سلام علیک باشون دارم، اونتا وقت نمی کنم. از همین سن باید بفهمی کی حساب کار خودتو جدا کنی. ابدا به این نگو که من بچه‌م، کوچیکم، سنم کمه، مطلقایی نیست. تو فرهنگ شیعی بچه‌ها کارهایی که کردن بعضن بزرگترها نکردن. یک شهیدی داریم 12 ساله، شهید اهل اردبیل، 12-13 ساله شده، مرحمت بالازاده، سرچ کنید تو اینترنت میاد. این انقدر کوچیک بود، قدش هم کوتاه بود، یعنی باز توی همون سن 12 سالگی هم جز ریزه میزه ها بود، یعنی جز 12 سالهای متوسط یا قد بلند نبود. یه عکسی داره کنار جسه، تقریبا از جسه یه خورده بلندتره، تفنگ و دستش یه رفته از جسه انقدر بلندتر هست، هم قد جسه هست.
اصرار که من میخوام برم جبهه. خب معلوم روش نمیدادن. اون موقع کسی که سنشون کم بود میرفتن چیکار میکردن بگید؟ شناسنامه رو دستکاری میکردن. مثلا یکی از این دوستان ما که شناسنامه‌اش تو 13 سالگی دستکاری کرده بود برای خود من تعریف میکرد، الان زنده است. 6 ماه آخر جنگو بالاخره میتونه بره زنگیشون. میگه که من انقدر عقلم هم نمیکشید که میخوای کپی شناسنامه بگیری بعد کپی شناسنامه رو دستکاری کنی بعد از اون کپیش کپی جدید بگیری. میگفت من خود شناسنامه رو دستکاری کردم، فاتحه شناسنامه خودم رو خوندم. میگفت بردم اونجا انقدرم بد خط خطی کرده بودم فهمیدم پرتم کردم بیرون، رفتم یه مسجد دیگه یه محل دیگه اعزام. میگفت این دفعه دیگه هوشم کار افتاده بود، رفتم چیکار کردم؟ شناسنامه خواهرم برداشتم، اسم خواهرم فاطمه بود، فاطمه رو کردم کاظم. این فا که اینجوری یه دونه سرکش گذاشتم رو نقطه شد کا، ته و یه دونه نقطه گذاشتم شد ز، میمشم که داشون هم دادم پایین شد کاظم. چند سال؟ 17 سال. کفشم پاشت پاهمو اینجوری گرفتم رو نوک پا تو جمع بایستدم اون جلو که قدم هم بلند کنم. میگو یارو ما رو دیدونی؟ میگو اونجا هم نفهمیدم که جسارتن من با کپی نباید چیز دو کپی باید این کارو بکنم. فاتحه شناسنامه خواهرارم خونده بود رفته بود دیگه، نه دیگه اون خواهره با اون شناسنامه نمیتونه شوهر کنه، باید بره زن بگیره با اون. خدمت شما عرض بکنم که آره اینجوری. چی فهمیده این؟ مرحمت والازاده بود این اصرار دستکاری شناسنامه. بعد چون توی اردبیل شهر کوچیکی بود اون موقع شناخته بودنش دیگه نمیتونست جای دیگه هم بره، یواشکی میرفت سوار اتوبوس میشد موقع اذان، پیداش میکردن وسط راه پیاداش میکردن برش میگردن تا آخر یه چیزی به ذهنش میرسه. شبونه از اردبیل یواشکی سوار اتوبوس میشه، اتوبوس اردبیل تهران، همش به تهران میره. کجا؟ پاستور نهاد ریاست جمهوری، اون موقع رهبر انقلاب رئیس جمهور بودن دهش هست. میره اونجا بلایی سر محافظای اونجا میاره. تا الان مثلا بری اونجا رئیس جمهور رو خواهد بری ببینی؟ نمیذارم ببینی، میباید وقت گرفته باشه. اما یه کاری میکنه اونجا، گریه زادی و قشقره و داد و بیدادی که اونا زنگ میزنن به دفتر رئیس جمهور که آقا یکی اومده اینجا دیگه انقریب جون بده، پدر ما رو در آورده. میگن رئیس جمهور الان یه جلسه داره از نهاد میخواد بره بیرون، همونجا دم در بگید بیاد. با لباس چیزم رفته بوده، لباس نظامی اندازش هم نبوده، فازنسخه رو بسته بوده، اینجا چین خورده بوده. اونجا وای میست و میبرنش پیش رئیس جمهور. رئیس جمهور از ماشین پیاده میشه میگه پسرم چیکار داری؟ میگه من میخوام برم جبهه، یک سال دارم گریه زاری میکنم، اینا نمیذارن من برم جبهه. خندش میگیره رئیس جمهور، میگه آقا شما چند سالته؟ آقا 12 سالم. میگه خب شما به درس تو بخونی مثلا، اصلا این حرفایی که باید زده میشد طبعا به کسی که تون سن و ساله و واقعا هم دیگه باید درس میخوندم به درد آینده من میکردم. ایشون میگه ایبی نداره باشه من میرم، فقط شما یه کاغذ به من بده من برم. گوش کن، میخوام همه حرفامو یه تیکه رو میخوام دل بدی. شیش تا الان نیم دنگ حواست به من بوده، الان شیش دنگ باشی. زب در 12ش کن قشنگ. خدمت شما عرض بکنم، میگه ایبی نداره توی کاغذ اینی که میگم بنویس من برمیگردم. آقا میپرسه که چی بنویسم؟ میگه بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله، این جانب این جانب سید علی حسینی خامنه ای گواهی میدهم که قاسم ابن حسن 12 ساله در کربلا نبود. بگو حضرت قاسم تو کربلا نبود من برمیگردم. بگو 12 سالا که نمیتونم برای امام زمانشون بجنگن که. آقا شوکه میشه، مینویسه مانع رفتن ایشان نشدید، با همون کاغذ میره جبهه. دو تا اسیر عراقی میگیره، خوام بگم مؤثرم بوده تو جبهه. شما فکر میکنید بسته را سازمان ملل جز کنوانسیون هاشون اینه که میخوان یه کاری کنن زیر 19 سال نتونه بره به جنگه؟ این چرا؟ برای اینکه کافی بری توی مزار شهدا بچرخی سنا رو نگاه کنی 16 17 18 14 یه حسین داری
فهمیده. یه بهنام محمودی داری 13 سال، حسین فهمیده رو شما فقط شنیدی، کسای دیگه هم داری، مرحمت بالازاده هم هست، بهنام محمودی هم هست. حسین فهمیده اسمش بولد شد تو چش اومد چون امام واکنش نشون داد. پا بچه 12-13 ساله میتونه کاری بکنه که رهبر 80 ساله بگه رهبر منوش، من رهبر شما هم، و بدونید رهبر من و شما این بچه 13 ساله است. بله، عبدالله ابن حسن هم در کربلا بود، قاسم ابن حسن هم در کربلا بود. حالا من استاد دانشگاه بخوام رنج فهم و شعور و درک بدم به این بچه 12 ساله، چی باید بگم؟ بگم بچه؟ یا بگم نه تو خیلی بزرگی؟ شما خودتو چقدر میبینی؟ شما عهد بستی با کی کار بکنی؟ شما دلت نگران چشای مردم و حرف مردمه، یا دلت نگران اینه که لبخند رضایت به لبای امام زمانت بیاری یا نه؟ امام حسین هم امام زمان سال 61 هجری بود، امام زمان اونا بود. امام رضا علیه السلام امام زمان وقتی بوده که مأمون شاه بوده، خلیفه بوده. امام زمان الانت، امام حسین الانت رو دریاب. میتونی عبدالله ابن حسنش باشی؟ میتونی قاسم ابن حسنش باشی؟ میتونی علی اکبرش باشی؟ میتونی عباسش باشی؟ میتونی رشید باشی؟ رشید یعنی یکی جسمی، یکی هم رشد یافته عقلی رو میگن رشید. کدوم یکی از اینایی؟ اگر کسی شما رو بچه میدونه، من نمیدونم. میدونستی ورق جنگ ما رو همین بچه ها چرخوندن برگردوندن؟ میدونستی همین خونه های پاک بچه که اصلا گناهی نکرده بودن، اصلا به تکلیف بعضن نرسید بودن سن تکلیف، که اصلا مکلف نبودن که بگی گناهی کرده باشن؟ این خونه پاک نگه داشت، وگرنه فکر کردی به تدبیر امثال مثلا بعضا آقایون سیاسی بود؟ نه این نیست. تو کجای کاری؟ فکر نکن نمیدونم تو مملکت چه خبره، تو جامعه چه خبره، تو مدرسه‌تون چه خبره، چه حرفایی زده میشه. بهتر از خودتون میدونم. فکر نکن نمیدونم تو دانشگاه اونا که اگه دانشجویان تو جمع هستن چه خبره. فکر نکن نمیدونم تو مدارس و دانشگاه به اسم شوخی چه حرفها که نمیزنن. بسم الله، تو زندان باشی دزدی نکنی که هنر نیست که. مرد میدونی اینجا وایستا. دور امام حسین چرخیدن تو ماه ذی‌الحجه که هنر نیستش که. مردی تو محرم روز عاشورا وقتی 30,000 نفر وایستادن با قمه ها و شمشیرهای از نیام بیرون کشیده شده و آخته، چشمای از حدقه در اومده، اون موقع پا امام زمان وایستادن سخته. بدونید عبدالله ابن حسن که رفت وقتی حضرت تو گودال بود بلند شد رفت، فکر نکنید ندیده بود، عبدالله ابن حسن آخر آخر رفته، یعنی تمام اون شهدا رو دیده. دیده بود بری جلو دست قطع میشه، دیده بود علی اکبر رو چجوری اربن اربا معادل فارسیش، ببخشید عذر میخوام، به ویژه از حضرت رضا علیه السلام عذر میخوام که این حرف رو در مورد حضرت علی اکبر اینجا میخوام بزنم، اربن اربا فارسیش میشه قیمه قیمه. حضرت نمیتونست پیکر مطهر رو جمع بکنه، عبا پهن کرد. نقلای دیگه داره میگن یه حسیر آورد تکه های پیکر رو چیدون رو کشید برد. او عبدالله ابن حسن صحنه رو دیده. عبدالله ابن حسن دیده این جماعت با بچه 6 ماه هم رحم نمیکنن. تو که جای خود داری، اما چی از اوی همچین
شیر بچه می سازه. برادر بزرگترش حضرت قاسم وقتی به میدون رفت بچه سال بود، سن و سالی نداشت، چیزه 14 سال نقش شده، نوک شمشیر به زمین کشیده می شد، رو اسب نمیتونست بشینه، این لباس رزم رو تنش زار میزد. وقتی به میدان رفت اون ازرق شامی وقتی اومد 4 تا بچه ازرق شامی رو همین بچه زد. باباش از پهلوانا بود، باباشون داغ 4 تا بچه رو دلشون گذاشت، اومد به میدان گو ازرق شامی که میگن تویی، گو بچه بند پوتین تو نوستی، تا نگاه کرد به بند پوتینش اونم زد. اصلا حربه بلده. میخوام بهت بگم نگی یه بچه زد به میدون تیکه پاره شد، نه رفت اثر گذاشت، دارم میگم مرحمت بالا زرف، دوتا اسیر، دوتا آدم گنده رو اسیر گرفت. کجای کاری؟ منتها توی که نتیجه میتونی بگیری. یه راه همین راهی که خیلی دارم میرون، کم هم نیستن، زیاد هم واقعیت، دروغ بگیم نه اینا خیلی کم هم. راه این که این گوش و این چش اجازه بدی هر چی دلش خواست بشنوه و این قلب رو باز بکنی هر چی دلش خواست بکنیش آشغالی، هر چی خواستم بریزن اون تو. یه راه دیگه هم اینه که از الان تصمیم تو بگیری، بگی نه مسیر من یه مسیر دیگه است. من تو سرزمین نجیب زادگان به دنیا آمدم، ایران. این سرزمین افتخارش به اینه که سالها مهد یکتاپرستی بوده. مسیحی ها شاید تسلیس داشتن، سه خدا پرستیدن، اما ایرانی ها هزاران سال یکتاپرستن، هزاران سال دنبال حقیقتن. کوروش ایرانی یهودیت رو نجات داد، در زمان اشکانیانی که پادشاهان حمله کرد با رومی ها جنگید مسیحیت رو نجات داد و الان هم اسلام ناب رو ایران علمش رو برداشته. الان به جز ایران کی جرأت داره جلوی صهیونیست رو بیسته؟ هیچ کس. ما مردمی هستیم که حق و خوب پذیرفتیم در طول تاریخ، این قابل افتخاره، قابل افتخاره. حالی آدم های کش سلیقه‌ای هستن میخوان کل تاریخ ایران رو نفی کنن، عقل درست حسابی رو ندارن. احترام بزرگتر توی ذات این مردم بوده، پاکی تو ذات این مردم بوده. شما میدونید حجاب، مردم ایران بعد از اسلام با حجاب نشدن، قبل از اسلام مردم ایران حجاب داشتن، پوشش داشتن، تا جایی که ویلدورانت، البته به اشتباه میگه ها، اما چی شده همچین نتیجه بگیره همین بوده، ویلدورانت میگه حجاب از ایران به اسلام راه یافت. تاریخ تمدن داره می‌نویسه به حجاب میرسه، میگه حجاب از ایران به اسلام راه یافت. کجاوه چیه؟ وسیله بود که ایرانی ها زن رو اونطور میذاشتن پوشش داشت که کسی حق نداشت ناموسشون رو ببینه. ایرانی ها غیرت داشتن، ناموس داشتن، چون این خوبی ها رو داشتن وقتی یه دینی دیدن که بابت اون خوبی هاشون ارزش قرار میده سری مسلمون شدن، سری دین جدید رو پذیرفتن. وگرنه اگه قرار بود ایرانی ها به خاطر یه حمله خارجی دین عوض کرده باشن، که عزیز من ما باید سالها قبل به دین مردم یونان میشدیم وقتی اسکندر حمله کرد، یا زمانی که مغولا حمله کردن باید هممون کافر بیدین و تاویست می شدیم دین اوناست، نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه مغولا رو هم مسلمون کردیم. از مغول وحشی آدمی ساختیم که رصدخونه ساخت، مسجد ساخت، کتابخونه ساخت. یعنی تو تاریخ بخوان وحشیت مثال بزنن میگن مغولای وحشی، مغولایی که توی وحشیگری در تاریخ نقل شده. میگه یه روز چنگیز این فرمانده‌هاشو جمع کرد، گفت کسی هست اینجا که دلش سوخته باشه تو این فتوحات ما، تو این جنگای ما؟
یکی برگشت گفت در حمله به خراسان ایران یک زنی رو با شمشیر زدم افتاد، بچه بغلش بود. برگشتم دیدم بچه که افتاده رو زمین، خب بچه از اون ارتفاع خورده زمین، گریش گرفته دنبال سینه مادرش میگرده. میگه پیاده شدم نوک شمشیر رو نزدیک دهنش بردم. میگه این بچه نوک شمشیر فکر کرد سینه مادرشه، شروع کرد به مکیدن، شمشیر رو فشار دادم پشت سرش زد بیرون. دلم یه خورده سوخت اونجا، گفت اینو گردن بزنید به در سپاه ما نمیخوره. میخوام بدونید با چه موجوداتی طرف بودم. یک روز چنگیز خان و مغول در یک جلسه نشسته بود، بحث بود، موقع بلند شدن از شانس یه جوری بود افراد حاضر تو اون جلسه قدشون بلند بود. یه لحظه احساس کرد که قدش کوتاست، دستور داد از پا همه رو باش هم قد کنن. میخوام بفهمید در مورد چه وحشی هایی دارم صحبت میکنم. فرهنگ ایرانی اسلامی که از اونها آدمی ساخت که کتابخونه ساختن. شما میدونید همین بخش هایی از همین حرم امام رضا رو نبه نتیجه همین مغلا ساختن؟ خیلی عجیبه. اینا باید بفهمیم. تو هویتت اینه. امروز اون کسی که زمانی که شما در شهر سوخته در سیستان در یافته‌هاش پیدا شده که ایرانی‌ها بخشی از جمجمه رو برداشتن، جراحی انجام دادن تو سر و اون تیکه‌ای رو که برداشتن قالب گرفتن، قالبش رو گذاشتن اون بالا. صحبت مال هزاران سال پیشه. اون زمانی که این مردم تمدن داشتن، فرهنگ داشتن، پزشکی داشتن، موسیقی داشتن، دینداری داشتن، خداپرستی داشتن، غربی ها نیمه وحشی داشتن رو درخت زندگی میکردن. امروز بین هدف چیه؟ این هویت رو از تو بگیره. شروع کردن، دقت کردی یا نه؟ همه چی تو دارن میگیرن. آمریکا و اسرائیل تمام این کشورهای اطراف ما رو مأمور کرده، هر چیزی که به تو هویت میده، حس افتخار میده دارن ازت میگیرن، خبرم نداری. مولوی شاعر بزرگه، باعث افتخاره، ترکیه ثبت کرده به نام خودش. نظامی گنجوی جمهوری آذربایجان با از یزد کسی اینجا هست؟ ها؟ نیست. یزدی تو شهر خودش مراسم دارن، یکی نصف این جلو یزدی، نصف نیمه یزدی، چون دیر دستش ورد بالا. خدمت شما عرض بکنم که بادگیرهای یزد و امارات به نام خودش ثبت کرد. بادگیرهای یزد و امارات. نون لواش نون لواش و ارمنستان به نام خودش ثبت کرد. سازها، بعضی از این سازها مال ماست. مثلا فارابی کسی که مخترع ساز قانونه، که خیلی از این آهنگای ترکیه‌ای با ساز قانون زده میشه. تمامو دارن میبرن. میدونی چرا؟ که تو چیزی نداشته باشیش بنز. یه عزیزی هست از مدیران ارشد آی بی ام که فارغ التحصیلای دانشگاه شریف ما آرزو میکنن اونجا برن سر کار. از مدیران ارشد اونجا شیعه شده، اومده ایران، من فرستادمش دانشگاه بوعلی همدان بره سخنرانی. رفت سخنرانی، بعد اونجا تاکید کردم به بچهای اونجا که ایشونو ببرید یه دورش هم بدید. بعد ایشونو همینجا زنش دادیم تو ایران، پاش بند شد دیگه، بنده خدا دیگه. میدونی دیگه راه این که یکی رو کلن آچار کشیش کنی همینه. میگه یه لاتی بود توی شهری، خیلی پدر سوخته بود، پدر همه رو در آورده بود. کت خدا یه روز اومد دید مردم جمع شدن، نفری مثلا 10 درهم پول گذاشتن اینو بکشنش، پول بدن یکی بدین رو بکشه، مثلا 2000 درهم جمع شده بود. کت خدا گفت چه خبر؟ گفت اینو 2000 درهم بکشیمش راحت بشیم، از شرش نه ناموسمون در امانه، نه مالمون، نه جونمون، هیچی. گفت 2000 درهم و 1000 درهمشو بدید به من براتون حلش میکنم. شما چیکار دارید؟ با 1000 درهم 500 گذاشت تو جیبش، با 500 درهم باقی مونده رو اینو زنش داد. یه آدم شد، رام شد.
یه روز از سر کار برگشته بود، اون سنگه که زده زیر بغلش داشت میرفت خونه، یه سگی دنبالش افتاد گشنه بود. سگه هم میومد یه تیکه نون مینداخت میگفت برو چخه، مینداخت جلوی نون دوباره میخورد، دوباره میومد و همینطوری یه لحظه نگاه کردید یا خدا فقط یه نصف نونی مونده. الان با این نصف نون بره خونه، تو رستم دستانم باشی شروع میکنه اینا قُر زدن دیگه، قُر روانیت میکنن. بعد برگشت دید اگه بره خونه که قُرقُره، این سگر چیکار کنه؟ برگشت به سگ گفت جون مادرت پاشو برو، مگه نمیگم که از خدا تو هم زنت بده. خب اتونم سگم در رفته رفته. حالا غرض چی؟ غرض اینه که ما اینجا سری زنش دادیم پاش بند شد. گفتم همین خانومش هم مترجمش، یه مریضی هم بنده خدا پیدا کرده، دعا بکنید انشالله به حق امیرالمومنین، به حق آقا علی ابن مسترضی خدا شفاش بده. بعد بردونن اونجا، یکی از جای دیدنی همدان کجاست؟ قبر ابو علی سینا. بردونن قبر ابو علی سینا شنودم. انگلیسی به ابو علی سینا میگن اوسینا، ابن سینا رو اوسینا میگن. گفته اینم قبر ابو علی سینا. این برگشته گفته ای قبر این اینجا چیکار میکنه؟ دقیقا کجا باشه؟ گفته سالهاست دارن به ما میگن اسپانیایی بوده. ابو علی سینا اسپانیایی. فیلمش هم ساختن دیگه، که نشون دادن ابو علی سینا پیش یه پزشک یهودی بوده و خودش هم یهودی بوده، حمله صورت میگیره، جنگی صورت میگیره، تبعید میشه به ایران. فیلم ساخت هالیوود براش. همه چی تو دارن میبرن چون همه چی داری، چون تو تنها ملتی هستی روی زمین که اینطور هویت داری، هم هویت ملی داری هم هویت دینی، این دوتا تو رو اینجوری قوی میکنه. ما سالها قبل از اون که مسلمان بشیم کار بدم داشتیم قبل از اسلام، یه وقت فکر نکنه الان فقط دارم میگم قبل، نه، تاریخ بعد از اسلام ما بسیار مستندتر، قابل دسترس‌تر و بهتر. دانشمندانی که ما بعد از اسلام داریم مثلا کجا قابل قیاس هستن با دانشمند ایران قبل از اسلام؟ اصلا اسامی از اونجا نمونده، الکی تو اینترنت دارن چهار تست در میکنن. ما اگر نمیدونم قیاس الدین جمشید کاشانی، ابو ریحان بیرونی، ابو علی سینا، که این بزرگان، شیخ بهایی رحمت خدا بر او، طراح همین حرم امام رضا، کارهایی میکرد که هنوز که هنوز برخی از فیزیکدانا و شیمیدانا نفهمیدن چیکار میکرده. 400 سال پیش زمان صفویا. اما پاکی ستوده بوده تو فرهنگ ما. ماجرایی مثل ماجرای سیاوشون که وقتی سیاوش سوگندش میدن برای اینکه بفهم قسم راست خورده قسم دروغ، خیلی شبیه داستان حضرت ابراهیمه، یعنی او رو به میان آتش میفرستنش. اصلا سوگند یعنی سوکند، آبی بود که توش گوگرد میریختن. این بوی گند شنیدید؟ از همین واژه است، کند یا گند یعنی بوی گوگرد. میریختن آب گوگرد میدادن این نفر بخوره، میگفتن اگر تو راستگویی این نباید تو رو بکشه. سوگند ریشه لغویش اینه. فرستادنش تو آتیش، میگن رفت تو آتیش و سالم برگشت. این یعنی چی؟ یعنی قدر پاکی دونستن. پس فرهنگ این مردم بوده، جوانمردی فرهنگ این مردم بوده، غریب نوازی فرهنگ این مردم بوده. اسلام که آمد تقویتش کرد، 10 برابر شد، خیلی بیشتر شد. پس الان هم ایرانی بودن تو رو میگیره، هم اسلام تو میگیره. اون موقع چی؟ هیچی. مثل کپ کی میشی که میخواد راه رفتن کلاغ یاد بگیره، دیگه نه کپ که نه کلاغه، هویت تو ازت میگیره. از بچگی شروع میکنن رو شما کار کردن، از همون خردسالی قهرمانان شما کسای دیگه هم. قهرمان تو نباید عبدالله ابن حسن باشه. اصلا چند نفرتون قبل از این اسم مرحمت بالازاده رو شنیده بودی؟ دست برید بالا. اونایی که از من نشنیده بودن دستشون آرام بالا، یعنی قبلا هم تو سخنرانی من نشنیده بودن. توی جمع به این عظیمی 5-6 نفر 10 نفر هات. چرا نباید بشناسی؟ تو رو شیفته چی کردن از بچگی؟ بنتن. میخندم زهر ما. بازم میخندم، بازم زهر ما. آره دیگه همینه. یه شخصیت خیالی که وجود نداره، موهوم، وهمی، سوپرمنی که وجود نداره، بتمنی که وجود نداره، هیچ. اما این آدمای کس بردن وجود دارن.
واقعی هم. اومدن تو کتابای درسی ما پر کردن یه پتروس فداکار رفته یه صد دیده سوراخ شده، انگشت کرده تو اون سوراخه که صد نره، یعنی هلندیا پیغام فرستادن برای ایرانیا که جون مادرتون رو بردارید. میگفتن هلندی بود، چرا؟ میگفت مردم به عقل هلندی آخه شک میکنن. آقا کدوم احمقی باور میکنه که صدی که بخواد ترک بخوره رو با یه انگشت میشه نگهش داشت؟ تو یا نمیدونی صد چیه یا نمیدونی انگشت چیه تو که این حرفو میزنی. حسین فهمیده نداشتی که اینا رو بری بگی؟ مرحمت بالازاده نداشتی؟ بهنام محمودی نداشتی؟ حالا فهمیدی؟ تو کی؟ جا تو پیدا کن. شیعه یه ویژگی خاص داره، یه گذشته داره که بهش هویت میده، عزت میده، شرف میده، یه آینده داره. برای همین میدونه از کجا به کجا میخواد بره. دقت کن، وقتی میگه از کجا، میگه کربلا. از بچه 6 ماه ما الگو داریم تا پیرمرد 90 ساله حبیب ابن مزار. ببین، برای همه الگو داریم، برای زن الگو داریم، برای دختر بچه الگو داریم، برای پسر بچه الگو داریم، برای بی‌نماز الگو داریم، برای بدترین آدم‌ها مثل حور الگو داریم که میتونید نجات پیدا کنید. بعد یه آینده ای هم داره شیعه، ظهور. هیچ وقت یه شیعه ناامید نمیشه. ما یه زمانی، زمانی که دانشجو بودیم، راهیان نور می‌بردیم بقیه دانشجوها رو. تو راهیان نور متوجه شدیم که این دوستانی که با ما بوده شیعه نبود، حالا نمیگم چی بوده، خواست شیعه بشه. گفتم چرا؟ گفت تو طلائیه کسا که رفتم اونجا فقط خاک و خل، هیچی نیست. تو طلائیه من دیدم شما دارید عشق میریزید، سینه میزنید تو اون خاک و خل، دارید میگید آقا بیا. گفتم این چه مکتبیه که هیچ جا گیر نمیکنه، مذهبی که بنبست نداره. 14 سال بندازنه تو زندان انفرادی الگو داره، میگه امام کاظم. زندانبان گزارش نوشت برای هارون رشید، گفت این آقایی که اینجا فرستادیش تو زندان، الان توی این سیاه چاله ما رفتیم شنود به قولی گذاشتیم، اینجا گوش وایس دادیم بیخ در، میبینیم داره با خدا راز و نیاز میکنه، میگه خدای شکر که یه جای ردیف کردی فقط خودم باشم و خودت، من عبادتت کنم. از زندان عبادتگاه میسازه. هر کاریش بکنیش یه مثل شیشه است، هرچی میشکنیش خورترش میکنی تیزتر میشه، لبه های تیزش بیشتر میشه، بنبست نداره. اگر کسی که این مملکت دیدید احساس کرده به بنبست رسیده، امید نداره، این از فرهنگ تشیع فاصله گرفته. تو این هویت تو خودتو تو این قد و قواره ببین، خودتو تو این قد و قواره ببین. وقتی پرسیدن از امام صادق که اون کسانی که کار یهودیت تحریف شده رو تمام میکنن کیان، انتقام میگیرن، انتقام خدا رو میگیرن کیان، حضرت فرمود والله 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 3 مرتبه هم اهل قم، اینا ایرانیان. زمانی که وعده داده شد یه قومی تو آخر الزمان میان که خدا اینا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن، یحبهم و یحبونه، جهاد میکنن در راه خدا، مسخرهشون میکنن بقیه مردم، اما خم به ابرو نمیارن، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیترسن. پرسیدن این کیه؟ حضرت زد به شانه یه صحابه یار پیرمرد موسفید و ریش سفید خودش که سنش از پیامبرم بیشتر بود. حضرت فرمود هازا و زبو من هادا، گوه اینو و قومش از این میان. کی بود اون فرد؟ حضرت سلمان رحمت الله. ما افتخار میکنیم که جاروکش اهل بیتیم. زمانی که پیامبر به مباهله میخواست بره، مباهله میدونی یعنی چی؟ یعنی این که با این نفر بحث علمی میکنی، از این بدلجاست، قبول نمیکنه. بعد میگی بسم الله، تو هم خدا رو قبول داری، منم خدا رو قبول دارم دیگه، ها؟ بیا مباهله کنیم، از خدا بخوایم اونی که ناحقه نیست و نابود شه، لعنت خدا بر او بیاد، نفرین خدا بر او بیاد. مسیحی‌ها پیامبر باشون بحث میکرد، کوتاه نمیومد. خدا اجازه داد فبتهل، اجازه مباهله داری، حالا بحث علمی تو کردی، اینا کوتاه نمیومد. بلند شدن، همه جمع شدن،
آقا رسول الله دست امام حسن امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین گرفت که اینا برن اونا نفرین کنن و اینا نفرین کنن. اینجا رو دقت کن، قبلش تو اون همه آدم، تو اون همه صحابه، به این پیرمرد به حضرت سلمان فرمود برو زیر اون درخت رو جارو کن، عبای منم به نزبالای درخت سایبون بشه، ما بیایم اونجا. چرا حضرت سلمان انتخاب کرد؟ حسن که انهو هدیه داد خدا به این امت، به این قومیت، جارو کشی اهل بیت، اینکه برقرار کننده مراسمات اهل بیت باشه. این شجاعت رو خدا به این مردم داد که اینجوری شیر بچه هاشون برن به جنگن و نترسن. تو سوریه میدونید دیگه، این داعش ها هر سنگری رو میدیدن سخت میشه فتحش کرد، کوتاه نمیان، میگفتن یا ایرانی یا افغانستانی هم که اون پشته، نمیدونستن ها بودن که داره مقاومت میکنه، یا ایرانی یا افغانستانی. شهید مهدی نوروزی ما تو عراق که میجنگید معروف شده به شیر سامرا، خود عراقی ها لقبش گذاشته بود. این نترسی یه بچه که نارنجک به خودش به بنده خوش زیر تانک بنازه، به خدا فقط بعد نزدیک وقتی تانک با سرعت داره میاد فقط ببینی تانکو، برای اینکه بفهمید من چی میگم برید فیلم تنگه ابو قریب رو ببینید، جز معدود فیلم هاییه که جنگ رو نشون داده. جنگ یعنی چی؟ یعنی اون سوسول بازی که قبلا تو فیلم ها بود نیست، واقعیت جنگ رو تا حدودی تونسته نشون بده. از این جهت موفق بوده. من با بحثای دیگه‌اش کار ندارم که وقتی اون تانک غرش میکنه میاد سمته، چه جیگری میخواد با خودت بگی یه دونه نارنجک شش شنی تانک، من چجوری میتونم این تانکو بزنم؟ آر پی جی که ندارم، هیچ ندارم، باید شنی تانکو پاره کنم، اون تسمه‌ای که دور چرخای تانکه. یه دونه نارنجک هم نمیتونه این کار کنه، باید سه چهار تا نارنجکو با هم منفجر کنم. سه چهار تا نارنجکو چجوری برم بندازم اون زیر؟ راهش اینه که خودمو با سه چهار تا نارنجک بندازم زیر تانک. وقتی این کارو کرد تانکای عقبی برگشتن دیگه، اصلا نجات داد حسین فهمید. اونا با خودشون گفتن اینا دیگه کیه؟ این طبیعی نیست، عنایت اهل بیت. افتخار میکنیم، شکر خدایی که ما رو ولایت امیرالمومنین بهمون داده. میدونیم حجم زیاد رو بچه‌مون، اما مطمئنیم جمعش میکنیم. با کمک کی؟ خود شما. هر کدام شما یه مبلغ امام زمان و مبلغ امام رضا تو منطقه خودتونید، تو شهر خودتون، تو مدرسه خودتون، برید با رفقاتون بحث کنید، اینا رو به گوششون برسونید، برید سخنرانی گوش کنید، کتاب بخونید، باسواد بشید. شیعه امیرالمومنین به باسوادی و خوب صحبت کردن بشناسن، منطقی دفاع کردن بشناسن. این کلیت عرض من بود. یک ساعت رو وقت داشتم، 50 دقیقه. بعدن ننویسن تو کاغذ نمیدونم وقت رو مراعات نکردی. چشم. بقیش هم اگه سوالی داشته باشید، مونولوگ نباشه، یه طرفه نباشه، کسی سوالی چیز داشته، ما در خدمتشیم. یه صلوات نت بفرمایید. ما در خدمتیم. شما یک سری نوازه مطرح کردید در مورد اینکه شیعه گدایی بشه، شیعه که منتظر بسیزم چون شد توضیحی که انزار رو نفره بکنید که به مسیر رو شما اصلا مشخص کرد. ما اصلا ما الان که یک چیز تصدیل بزنم ما توی ما اصلا ما مزده که مزده چیه مقام رو باشه. سوال خوبی. یا آقا شما گفتی معتقد باشه امام زمانی باشه، چجوری امام زمانی باشم؟ چیکار کنم؟ درس بخونم؟ کار کنم؟ من خیلی مختصر بخوام خدمت شما عرض بکنم. اگر بشین دوستانی که اومدن بالا این ردیف اول بشینن سر پا، من آره همچین قلبم رضایت نداره دلم اینجا بشینن که راحت باشم و بخیر ردیه که بیاد بالا. شما مگه میتونی راحتی؟ خدمت شما عرض بکنم که چند تا اتفاق باید بیفته. اول باید علم به دست بیاری. اطلب العلم، طلب کنید علمو، ولو کجا باشه؟ به سین. عربا چه ندارن؟ بعضی موقع به جاش میگن ش، بعضی موقع به جاش میگن س. منظور ولو تو چین باشه. چین یعنی جای خیلی دور. خب
اینه که یکی از ویژگی های ایرانی ها که تو آخر زمان آمده پیامبر میفرماد اینا اگه علم و ایمان تو سرعی و تو آسمون باشه میکشنش پایین، چین که جا خود داره. پس بعد علم پیدا کنیم. اول عرض کردم اینا علم چی پیدا بکنیم؟ نافع، یعنی نفع برسان، نه علم بی خود. از همین الان شروع کنیم کتاب خوندن، کتاب متناسب با سنتون. من شنیدم بستای آموزشی براتون میفرستن، بخونید، سخنرانی هایی رو گوش بکنید، آماده میشه. مغز انسان هر چی کار ازش بشه مثل موتور هوندا، هر چی به تازونی گرمتر بشه بهتر میره. بعضیا فکر میکنن مغزشو آکنگر دارن خوبه، بعضی واقعا انگار نایلون نکشیدن و مغزشون اصلا استفاده نشده، آکس گرفتن از خود آکم تحویل میدن، آکبند آکبند. نه استفاده کنید. دو خیلی مهمتره. چی که از علم مهمتره؟ علم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوریه که خدا تو دل هر کی بخواد میزنه. اون دل چه دلی باید باشه؟ یه مثال برای شما، این لیوان تهش یه قطره نجاست. من با این یکی لیوان اینا پر آب پاک و تمیز میکنم، خوبه؟ این هم یه قطره نجاست داره. این آبو میریزم اینجا، این چی میشه؟ بگید، میشه یه لیوان نجاست. این که پاک بود، پاکی رو ریخت رو نجسی، نجسی بیشتر شد. دقت کنید آیه قرآنو، خوب گوش کنید. قرآن همینا رو بر ما گفته، ما گوش نمی کنیم. و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. میگه ما قرآن و وسیله نور و هدایت و رحمت برای کی قرار دادیم؟ پاکی برای مؤمن. ظالم کسی که کثیفی داره، هر چی قرآن بریزی توش چی؟ کثیفیه بیشتر میشه، خسران بیشتر میشه. پس اولین کار چیه؟ بگید، پاک کردن لیوان. لیوانا رو پاک کنید. دقت بکنید بیشترین قسم رو در قرآن 17 یا 18 تا قسم رو ما سوره شمس داریم. و شمس و ضحاها و القمر ذات الله و النهار ذات الله و اللیل اذا یغشا. همینطور پشت سرم خدا زمین و آسمون و بالا و پایین و همه رو قسم میخوره. بگه چی؟ قد افلح من زکاها. حواستون به منه؟ اونی برد که ظرفش رو پاک کرد. پس چی شد؟ مطالعه، دانش اندوختن، کتاب خوندن، راجع به امام زمان اطلاعات به دست آوردن، یک. دو، پاک کردن دل، دوری از گناه تا خدا علمون به جانتون بچینه. خیلی ها همین قرآن میخونن اما اونو نمیفهمن که یه آدم پاک، کربلای کاظم یه آدمی بود که خمس و زکاتشو عجیب غریب میداد. بعضی ها میگن برعکس، بعضی موقع خمس میداد، یعنی چهار پنجمشو میداد یک پنجمشو نگه میداشت برای خودش. یه روز رفت امامزاده محلشون، مردم هم مسخرش میکردن. دید دو تا آقا اومدن کنارش وایستادن، بهش گفتن بخون اون چیزایی که بالای امامزاده نوشته، اون آیه ها و اینا. گفت من سواد ندارم. بهش گفتم ما باید میگیم بخون. گفت میگم عزیزم سواد ندارم. یه دونه محکم زدم به پشتش، بیهوش. بیهوش که اومد دید میتونه بخونه قرآن، میتونست بخونه. علمای وقت، مراجع وقت، دقت کنید، مراجع وقت رفتن اینو تستش کردن، یک حرف از قرآن جابجا میکردن که هیچ حافظ کلی نمیتونه تشخیص بده، حافظای قرآن نمیتونه تشخیص بدن. میبردن میذاشتن جلوش، میگفت این امال قرآن نیست. میگفتن از کجا میفهمی؟ میگفت نور نداره. یه و اضافه میکردن، میگفت میفهمید، میگفت این نور نداره. خدا بخواد علم بده به پاکی میده. بعد اینم بگم در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. میگه مردی تو جوانی و نوجوانی که اوج شهوتته پاک بمون، وگرنه اون که 90 سالش که اصلا بنده خدا نمیتونه گناه کنه، اصلا حال و حوصله گناه نداره، اصلا حسش نیست، نه حسش هست نه انرژیش. اون فقط میخواد بره یا گوشه به کنجی بگیره بخوابه. صبح یه شیرازی کنارم نشسته بود، بعد ما شروع کردیم با شوخی کردن. گفتم آقا چرا انقدر شیرازی رو میخوابن؟ گفت آقا مال آب و هواش کاک. گفتم چطور آب و هوایی داره که جای دیگه ایران نداره؟ گفت اینا مال بوی همین گلگیاه. گفتم زمستون هم گلگیاه داره؟
خب بعد خدا شاده همه داشتیم صحبت میکنم یه برگشتن خوابید گفتن آفتاب آمد دلیل آفتاب. این امنیت پروازی که روبرو وای میستم چرا مرده بود از خنده. خب منو گفتن شیرازیه شیرازی با خواب بنده خدا. خب آره وگرنه تو این سن پس چی شد پاکیتون رو حفظ کنید. خدا عاشق اون بنده ایشه که هنوز حتی قبل از تکلیف پاکیش رو حفظ کنه. خدا ببین این حسای گناهایی که تو ذهن شما میاد خدا خودش میدونه ها، خدا بهتر از شما خواهد، خودش آفریده شما، میگه ببین این به خاطر من داره این کارو میکنه، این بندم رو هوا شده. هر از شنگ هایی من دستمون در میره دیگه گناهی میکنیم، من از شما برتر. اون موقع نه گناه همونو باید بریم برای کسی بگیم تعریف کنیم، اینه که سریع توبه بکنیم. صد بار اگر توبه شکستی بازم برید علم به دست بیارید راجع به شناخت امام زمانتون، راجع به قرآن. بهترین علم ها هم ثقلین، فهمیدن از قرآن و فهمیدن در مورد اهل بیت. خب یا بالا بپرسی یا بابا آقا ما کلا برنامه تمومه؟ آره بیا بنده خدا کلا مثلا دو نفر اینا ما خودشون بودن تو اون. سلام علیکم. از کجا اومدی اول بگو؟ من مشهرم. آها بچه مشهر شنام بلدی؟ دو تا سوال داشتم که تو که سوال رو بگیر نزنی رو کنیم مولانا هست این که میگه سیاسی سوال سیاسی دو تا سوال یه سیاسی که از کجا میدین سوال همه نوجوان هست؟ اول این که شما خود هم میدین از من بهتر میدین این حجمه که علیه یه همون نوجوان ها مثلا از این طرف هم همشتر که ما برو فیلم ها رو شو میدن و احسا رو شو میدن ما هم که همش همش نمی نگاه میکنیم. آره بزن دسته رو بزن من که میدم اینا گیر کرده بود بندگون خدا دید یه ترکه خب بعدش راحت این که مثلا مثلا من این تنهایی در دیگه اتفاقات میوکسه آفرین خوش شاش دومیت هم بپرس باید کنیم دومیت هم دومیت هم بپرسه شما رو در رئیس سیزه رئیس مورن خواستنم استیزه بشه در بخوره استیزه یعنی این به این معنی نیست اگر این رئیس مورن بخوره مثلا وزیر چه عبدالله رئیس مورن علاقه راحت برگردیم تهران دیگه میخوایم مالیگاه کنیم بکنم تو گونی بردارم ببرم خب چشم احسن چند سالته؟ من 16 سال کلاس چند یعنی؟ همه 11 هم چی میشه؟ زبان ما چی میشه زنه؟ سوم دبیرستان میشه؟ چه رشته ای؟ معارف معارف احسن سلامتی چه سلامت بفرسی؟ نه برو دیگه خطرناکی تو اونجا بشه اون سوال یکی تو توضیحات بیشتر میدی یه وقت من اول همون سوال یک کجا بودم احسن من یه سخنرانی کردم گوش کنید به اسم چگونه گناه نکنید 6 جلسه است. چگونه گناه نکنیم در واقع معنیش اینه چگونه اراده خود را قوی کنیم که گناه نکنه و اینه هیچی دوست نداره گناه کنه همه ما وقتی گناه میکنیم بعدش به غلط کردن میفتیم خدا ببخشید دلمون عذاب وجدان میگیریم ناراحت میشیم مگه نه آره. اون که اصلا عذاب وجدان بعد گناه نگیره اون که دیگه خدا به دادش برسه منتها نمیتونیم گناه نکنیم خب درد اینجاست توی اون سخنرانی مفصل بحث کردم بنام به شما بگم اون سخنرانی بخشش بحثای علمی احادیث ما روایات ما آیت قرآن هست یک بخشش توصیه های اساتید اخلاق یک بخشش خودمم آره دیگه آدم وقتی میتونه لطف خدا شامل حالش بشه یا یه چیز رو ترک بکنه بعد اون روشی بوده دیگه جواب داده یک بخشیش انبوهی از نامه ها و درد و دله هایی که به من دادن و تونسته بودن گناهی رو ترک کنن و گفته بودن چجوری این کار کردن من اجازه نمیدم کسی اگه گناهی کرده باشه جلوم بگی من که یه حرفی بزنه دستش در بره ما که مسیحیت نیستیم اعتراف به گناه داشته باشیم فقط خدا و بنده میدونید اون دنیا روز هشت آقا رسول الله از خدا یه چیزی میخواد چون یوم تبل السرایر دیگه همه آبروها میریزه همه داد میزنن فیلم تو پخش میکنن همینجوری بالا
فیلم تنهاییات و همه چیشو پخش میکنن. آقا رسول الله از خداوند متعال میفرماد که یه بنده پی خدای بر امت من قرار بده دیگه به واسطه من. این که جز من و شما کس دیگه آگاه نشه، این بندم حفظ شاوش. خداوند متعال میفرماد حساب میکنم فقط خودم. متوجه چی شد؟ فقط خودم. پس ببینیم خدای ما اینه. اما اگر شیطان سراغ ما آمد که میاد پدر سوخته بیکاره همچنین میچرقه خدمت شما عرض بشم. آقای باز میرسم که یعنی الفاظ استفاده نکنه. چشم پدرش در آتش باشد چی باید بگم نمیدونم اینا ما. آن ملعون رانده شده پدر در آتش، اون میاد میچرخه هی یه چیزایی تو ذهن آدم میاره. راهش اینه، میگه وقتی شیطان سراغتون اومد فاستعذ بالله. این دقت کنید، هم یه کارکرد دینی داره هم یه کارکرد کاملا زیست شناسانه. یعنی چی؟ هر بار که شما مغزتون دستور به کاری میده، نمیدونم حالا مغز شما دستور به کاری میده کلا یا نه، به چهره ها میخوره که خیلی اینجور نباشه. خدمت شما عرض بشم وقفه، یعنی دلت میخواد نه کار درست انجام میده، دقت کن دلت میخواد یه کاری انجام بدی، میگن وقتی وقفه میندازی جر مقالش، اون دستور از بخش میانی و پایینی از آمیگدال مغز که مأمور انجام کارهای هیجانیه میاد به بخش قدامی مغز جلوی مغز و این باعث میشه که هوش شما زیاد بشه، خیشتنداری شما زیاد بشه. الان پروفسور بنسون در استرالیا داره همین الان حی حاضر زنده است، تحقیقش ادامه داره. یعنی فکر نکنم از اون مثالایی میزنم 100 سال پیش چیزی بوده تموم شده رفته. الان آدم زنده است، استرالیا داره تحقیق میکنه در مورد خودداری و اثر خودداری و تقوا روی هوش. کسایی که راست دست بودن و با کسایی که چپ دست بودن رو جدا کرده، به زور بهشون گفته راست دستا با چپ بنویسن، چپ دستا با راست بنویسن. یعنی خودداری کنی با راست نوشتن و با چپ بنویسی. بعد از چند وقت متوجه شده هوش اینو افزایش پیدا کرده. یک دو چه اتفاقی افتاده؟ پرخاشگریشون کم شده، میتونن خود کنترل کنن خودشون. پس ما باید تمرین کنیم خود کنترلی رو. من تو سخنرانی میگم برای فهم سطح سنی شما قابل فهم اون سخنرانی، دو سه جلسه اولش بیشتر آیات و قرآن نحوه حمله شیطانه، اما جلسه آخرش کاربردی تر میشه. دقت کن. نکته دیگه هم یه شب بکنم مونده به شب آخر سخنرانی امسالم تو کهف الشهدا با موضوع شرح جنود عقل و جهل، توی اونجا هم از کارکردهای مغزی برای خودداری میگم چجوری میشه مغز ما فرمان میده. راهش اینه وقتی گناه سراغت اومد سری بلند میشی یه وضو میگیری دو رکعت نماز میخونی میپره میده. همین فاصله انداختن مغز دستور میده یه تجدید نظر. این بخش زیست شناسانش، بحث مربوط به نورولوژیش در واقع، بخش دیگه‌ش هم بخش روحیه. خدا کمک می‌کنه. وقتی فکر گناه اومد به سرت بزن بیرون تو حیاط چون دویده. آره خیلی وقتی ما انرژیمون به خود میزنه بیرون زیاد میشه. تنها میشین. من که میدونم اگر تنها بشم گناه سراغم میاد، تنها نشم. درست شد؟ تذکر دائم تذکر. بعضی دیدی به گوشیشون یه برچسب اومده بود نوشته بودن چی؟ جلوی گوشی یه چیز در مورد امام حسین بود نوشته بودن چی بگی؟ گناه یعنی خدا حافظ حسین. این دائم جلو چشش. خب برای تو گوشی هزار تا چیز بر آدم میاد. فاصله بندازی سریع یه کار دیگه میگه. وقتی عصبانی نشسته پاشو، وقتی عصبانی پاشده ایستاده بشین، میگه پاشو برو یه لیوان آب بخور. خارجی هم اینا رو میگن، این چیزایی فهمیدن، میگن تا ده بشمر. برای چی میگن؟ یه نفس عمیق بکش آرام آرام تا ده بشمر که دیگه آمیگدال دستور نده بیاد به بخش قدامی تا اون بررسی درست بکنه. فرق ما میمون یه بخش قابل توجه هم بخش قدامی مغزا. زیست شناسیشو میگم، بخش روحی و ایناشو نمیگم. فرقای زیاد دیگه هم به لحاظ زیست شناسی داره. یه بخشش اینه. خب عنایت دارید چی شد؟ پس فاصله بندازید. ذکر دین، ذکر خدا، ذکر پیغمبر، مأنوس بودن با اهل بیت، دائم یاد خدا بودن. قدیما نگاه کن وقتی
حرف می‌زدن همش دائما یاد خدا بودن. ماشاءالله. انشاءالله. لا عصبانیش لا اله الا الله. الله اکبر. همش ذکر خدا. شیطان رونده میشه. الان همون اول یارو عصبانی میشه فوشای بغدار میده. او شیطان رو دعوت میکنه. شیطان کیه که رفیقام اونجا دعوا شده بریم. این فاصله انداختن بسیار بسیار موثره. دو رکعت نماز خوندن. اصلا شرم حضور خدا جلو. چه پنج بار نماز خوندن چیکار میکنه آدم؟ همین دیگه. تا میخواد یادت بره. یاد مرگ، یاد مرگ. قبرستون زیاد برید. سفارش شده مرده میشورن برید نگاه کنید. سفارش شده مرده بشورید. سفارش شده مرده کفن و دفن میکنید. آره دیگه کامل مثلا یه پنجشنبه میری سر خاک به قولی اونجا میگه یکی دارن قبر میکنن. میفهمی تو هم میری اون تو. تا یه هفته چیزی دیگه. هفته دیگه دوباره میری سر خاک. یه صلواتی نه بفرمایید.